سلام رفقا، اپل واچ 2 اولترا اینجاست. اپل واچ یکم که داره تو تصویر میبینید ظاهری زیاد فرقی با هم دیگه نداره، اما مثل اینکه باطنی یه فرقایی دارن. بریم سراغ بررسی اپل واچ 2 اولترا. ولی قبل از اینکه بریم سراغ بررسی، اول اینو بگم که واچ اولترا 2 رو فروشگاه اپل یونیک بهمون داده که اگه میخواید یه خرید مطمئن داشته باشید، پیشنهاد میکنم که حتما به پیج اینستاگرامشون که این پایین گذاشتم یه سر بزنید. حرفه‌ای‌ترین ساعت هوشمند جهان به ادعای اپل، روشنایی 3000 نیتی، کاهش تولید کربن، پردازش محلی سیری، تراشه اسناین و یه چیزی که توش خیلی تاکید شده قابلیت جادویی در واقع دابل تپه که فکر کنم این قبلا بود. حالا بریم جلوتر بهتون توضیح میدم اینو. دروغ چرا؟ وقتی تو رویداد واندرلاست رسیدیم به جایی که اپل داشت قابلیت دابل تپ رو با کلی زرق و برق نشون میداد و میگفت واسه وقتایی که دستتون بنده میتونین با همون دستی که قاعدتا ساعت رو بهش بستین با ساعتتون کار کنین، کلی واقعا هیجان زده شدیم. گفتیم عجب واقعا قابلیت خفنیه، میشه تماس رو جواب بدی، میتونی تماس رو قطع کنی، تایمر رو پاس کنی، آلارم رو اسنوز کنی، آهنگ پخش کنی یا حتی پیام صوتی بفرستی. صدای چی؟ اما واقعیتش همه اینا الان توی اپل واچ های معمولی و اولترا هست، ولی خب نکتهش اینه که الان اولترا 2 میاد با موتور پردازش عصبی تراشه، کلی داده از حسگر شتاب سنج و ژیروسکوپ و ضربان قلب ساعت میگیره و تحلیل و پردازش میکنه، بعد تغییرات جریان خون و حرکات مچ دست و اینا رو همه رو تشخیص میده و در لحظه دستورات رو اجرا میکنه و این حجم از جمع‌آوری داده و پردازش و این جور مسائل کلا توی کسری از ثانیه انجام میشه که همه اینا رو ما باید از خود تراشه بدونیم چون قدرت واقعا بالایی داره. اپل میگه دابل تپ فقط مخصوص واچ سری 9 و واچ اولترا 2، چون الگوریتمی که واسه این قابلیت طراحی کرده اینقدر پیچیده است که تراشه های S8 یا قدیمی تر از پسش بر نمیان. ماجرا اینه که ساعت های اپل، اونایی که واچ اس 8 به اینور هستن، قابلیتی دارن به اسم اسیستیو تاچ که واسه افرادیه که فقط از یه دستشون میتونن استفاده کنن. ما با اسیستیو تاچ تونستیم خیلی از کارهایی که اپل گفت فقط با دابل تپ میشه انجام داد و انجام بدیم. تنها فرقی که دابل تپ با اسیستیو تاچ داره اینه که هر بار سر انگشتاتون رو دو بار به هم بزنید بالای ساعت یه آیکون دست آبی رو نشون بده، همین الانم به من نشون داد که اگه توی صفحه واچ فیس هم باشید اگه دو بار بزنید اسمارت استک رو بهتون نشون میده که باز اگه دابل تپ بزنید بین ویجتا جابجا میشه. و یه نکته دیگه هم که هست اینه که نسبت به واچ اس ای خودم سرعت پاسخگوییش به این دابل تپ خیلی خیلی بیشتر و انگاری دقیق تره که ما اینم از همون بحث تراشه میبینیمش. خلاصه اینکه همه این حرفا رو زدم تا بگم که اگه تنها دلیلتون واسه خرید واچ اولترا 2 قابلیت دابل تپشه، همین حالا هم با واچ اولترا نسل 1 و هر واچی که در واقع واچ اس 8 به بعد داره میتونید از این ویژگی استفاده کنین. اینم در نظر بگیرید که الانی که این ویدیو رو داریم ضبط می‌کنیم قابلیت دابل تپ به صورت رسمی برای واچ سری 9 و واچ اولترا 2 نیومده و قراره با واچ اس 10 و 1 فعال بشه. ما هم بررسیشو که انجام دادیم مجبور شدیم که نسخه بتاشو نصب کنیم، برای همین احتمالاً توی هفته‌های آینده عرضه عمومی بشه. البته اگه میخواید یه مقایسه دقیق تری داشته باشید بین اپل واچ اولترا 1 و 2 یا کلن هر دیوایس و ساعت هوشمند دیگه ای، میتونید وارد بخش محصولات زومیت بشید که اونجا میتونید خیلی راحت دوتا دیوایس یا حالا سه تا یا بیشتر رو انتخاب کنید و تفاوتاشون رو با هم دیگه بررسی کنید. همونجا هم میتونید که قیمتاشون رو چک کنید ببینید چه فروشگاهی اصلا میفروشه، همونجا هم خرید اینترنتیتون رو انجام بدید. خب حالا که تفاوت دابل تپ و اسیستیو تاچ رو با هم دیگه بررسی کردیم، به نظرم وقتشه که بریم سراغ بقیه مشخصات واچ اولترا 2 که ببینیم این ساعت 800 دلاری اصلا ارزش خرید داره یا نه. واچ اولترا 2 از نظر طراحی و اندازه و کیفیت ساخت هیچ فرقی با نسل قبل نداره. هنوز هم خبری از اون طراحی دایره‌ای ساعت‌های کلاسیک نیست. سایز کوچیک‌تر از 49 میلی‌متر هم نداره، فقط همین سایزه. برای همین اگه مچ دستتون کوچیک‌تره ممکنه که با مشکل مواجه بشین. حتی مرجان موقع نوشتن بررسی و سناریو کلی با این اندازه ساعت به چالش برخورد.
اما خب حداکثر روشنایی یه صفحه از 2000 نیت به 3000 نیت رسیده که زیر نور آفتاب کبیر هم میتونید محتوای صفحه نمایش رو خیلی در واقع دقیق و واضح ببینید. یعنی اینطوری بخوام بهتون بگم که خانه صفحه نمایش چه داخل خونه باشید چه بیرون هیچ فرقی نمیکنه. یه چیزی راجع به جعبش بگم، توی فرایند ساخت و بسته‌بندی واچ اولترا 2 هم از مواد بازیافتی استفاده شده تا به اصطلاح تولید کربن کمتر باشه، آسیب کمتری به محیط زیست برسه. واسه همین انقدر جعبش اصلا یه حالیه واقعا. ما شورتش هم کار کردیم، این بالا براتون میذارم حتما ببینید شورتشو. توی بخش قابلیت‌ها و تمرین‌های ورزشی هم تقریبا هیچ فرقی بین این دو تا نسل نیست. و اگه تازه می‌خوایم برین سمت ساعت‌های حرفه‌ای اپل، پیشنهاد می‌کنم که ویدیو بررسی واچ اولترامون رو یه نگاهی بندازید، مخصوصا اونجا که داریم درباره قابلیت‌های به اصطلاح ورزشیش صحبت می‌کنیم که معمولا هم توی ایران فعال نیستن. مثلا سنجش اکسیژن خون، هشدار ضربان قلب نامنظم و سیستم نوار قلب یا همون ECG که واسه هشدار حمله قلبی کاربرد داره و کلی قابلیت‌های مهم و حیاتی دیگه که توی اپل واچ اولترا هست، ولی متاسفانه توی ایران کار نمی‌کنه. کلی هم درباره اینا توی مراسم صحبت می‌کنه و هی میگه که جون اینیکیو نجات داده، جون اونیکیو نجات داده، ولی خب بس اینجاست که جون کاربر ایرانیشو مثل اینکه نجات نمیده. پس وقتی دارین یه 5-6 میلیون بیشتر از قیمت آیفون 13 تو ایران واسه خرید یه ساعت هوشمند یا همون واچ اولترا 2 هزینه میکنین، حواستون به این محدودیتاش هم باشه. بریم سراغ واچ فیسا که در واقع بخش مورد علاقه خودم هم هست. توی نسل قبلی یه واچ فیس اختصاصی داشتیم به اسم ویفایندر که خیلی شبیه قطنمای پیچیده و اینا بود، کلی هم آیتم واسه یه شخصی سازی داشت. واچ فیس اختصاصی نسل 2 اسمش شده ماژولار اولترا، که چقدر اسمش گفتنش سخته، که یه آیتم دیگه به حاشیه ساعت اضافه کرد و تغییراتش رو میتونید در لحظه ببینید. البته این واچ فیس رو میتونید روی واچ اولترا 1 هم داشته باشید، یعنی اونقدر فرقی نداره. شورتش هم ساختیم، احسان براتون توضیح داده کامل، باز اینم لینکشو میذارم بالا حتما چک کنید. راستش چون من خیلی اهل ورزش و اینا نیستم، خودم واچ فیس پلت رو خیلی خوشم اومد، مخصوصا یه رنگ بنفش صورتی هم داره واقعا خیلی جذابه، روی اسه‌ای خودم هم فعالش کردم حتی. اما خب به جز اون و واچ فیس های قبلی که تعدادش هم خیلی زیاده، میتونید واچ فیس سولار آنالوگ یا نایکی گلو با حتی اسنوپی رو هم انتخاب کنید که جدیداً به واچ اس 10 اضافه شدن. هر کدومشون هم کلی آپشن شخصی سازی داره تا شکل ساعتتون کاملا با سلیقتون جور در بیاد. شاید الان دارین با خودتون فکر میکنین که خب اگه ظاهر واچ اولترا 2 هیچ فرقی با نسل قبل نکرده، قابلیتش هم هموناست، دابل تپ هم که داریم درباره این صحبت میکنیم که همون چیزیه که توی نسل قبل بوده، پس اصلا چه نیازیه که اپل اصلا این ساعت رو آپدیت کنه و یه نسخه جدید ازش بده بیرون؟ خب جواب اینه که واچ 2 اولترا صرفاً سخت افزارش قوی تر شده. اول و مهمتر از همه تراششه. تراشه S8 که توی اپل واچ پارسال بود هیچ فرقی با S7 یا حتی جزئی با S6 هم تفاوتی نداشت. اما تراشه جدید S9 با S8 خیلی فرق داره. مثل اینکه یه 60% ترانزیستوراش بیشتر شده و یه 30% هم سریعتر از قبل شده. رم هم دو برابر شده. موتور پردازش عصبیش هم 4 هسته‌ایه که اپل میگه میتونه تا 2 برابر پردازش‌های هوش مصنوعی رو سریعتر از قبل انجام بده. حالا بجز اون دابل تپی که کلی اول ویدیو دربارش صحبت کردیم، به خاطر تراشه S9 یه سری از دستورات سیری روی خود ساعت پردازش میشه و نیازی به وای فای نیست. حتی میتونید از سیری راجع به داده‌های سلامتیتون سوال کنید که خودش خیلی سریع بهتون جواب میده. این قابلیت پردازش محلی سیری که اپل بهش میگه آن دیوایس سیری قراره مثل دابل تپ با آپدیت بعدی از راه برسه و باز اینم ما چون نسخه بتا رو داشتیم تونستیم تستش کنیم. توی تستایی هم که مرجان گرفت میگفت که عملکرد سیری خیلی سریعتر و خوبه. یه چیز جالب دیگه که سیری داره قابلیت ریس تو اسپیکه، یعنی همین که ساعت رو بیارید بالا در واقع میتونید با سیری صحبت کنید و سوالات خودتون رو بپرسید و دیگه لازم نیستش که اسمش هم صدا بزنید، حالا هی سیری بگید یا همون سیری خالی. فناوری باند فوق وسیع یا همون اولترا واید بند تراشه هم ارتقا پیدا کرده تا بتونه خیلی دقیق‌تر موقعیت مکانی گوشی گم شده‌تون رو پیدا کنه. مثلا فاصله‌ای که با گوشی دارین و یا اون جهتش رو کامل بهتون نشون میده. اپل به این قابلیت میگه پرسیژن فایندینگ که توی سری آیفون 15 هم هست و مثل ایرتگ عمل میکنه، اما خب متاسفانه ما اینم توی ایران نداریم.
بریم سراغ ظرفیتش. اولترا 2 از 32 گیگابایت شده 64 گیگابایت که ما توی مدت بررسی حقیقتش بیشتر از 11 گیگش رو احتیاج نداشتیم. ولی خب تجربه نشون میده که هر چقدر ظرفیت بیشتر باشه بهتره. عمر باتریش هم همینجا بهتون بگم که حقیقتش انگاری هیچ فرق خاصی با نسل قبل نداره، همون 36 ساعت توی استفاده های روزمره است که در واقع با ساعت های ورزشی حرفه‌ای کلی فاصله داره. البته وقتی اپل گفت سرعت پردازش موتور عصبی ساعت 2 برابر شده، انتظار ما این بودش که عمر باتری رو طولانی تر کنه، اما خب مثل اینکه هیچ تأثیری نداشت. خلاصه اینکه اگه واچ اولترا نسل 1 داریم، باید بگم که تغییراتش اونقدری نیستش که بخواید به فکر ارتقا باشین. اگه هم تازه دارین به خرید واچ اولترا فکر میکنید، به نظرم بصرفه‌تره که نسل جدید رو بخرید، چون فقط 4 5 میلیون گرونتر از نسل 1. اگه شما هم مثل من اهل قواسی و صعود از قله نیستین، همون واچ های معمولی کارتون رو راه میندازه. اگه هم که کلا توی اکوسیستم اپل نیستین اما ورزشکار حرفه‌ای هستین، احتمالاً خرید ساعت های ورزشی دیگه براتون بصرفه تر باشه. اما خب اگه کسی خواست بین اپل واچ اولترا 2 اپل واچ اولترا یک کدومشو بهتون هدیه بده، به نظرم حتما واچ اولترا 2 رو انتخاب کنید. خب این بود از بررسی واچ اولترا 2، یه ساعت خفن با قیمت فضایی که ما قبلا ویژگی‌هاش هم بررسی کردیم، این بالا براتون میذاره حتما ببینید. اگرم که کلا اصلا با اکوسیستم اپل حال نمی‌کنید، ویدیو پایینی رو ببینید که گلکسی واچ 6 کلاسیکه. خودمون